در گذشت شهرام کاشانی در بیمارستان بعد از این که به کما رفته بود، بیشتر فکر مرگ، یعنی همه جوری از همه نظر ارضا شدی، فقط دنبال مرگی، دنبال مرگ هستم. و همچنین ماجرای تصویب طرح صیانت از فضای مجازی و افرادی که این طرحو تایید کردن. اصلا قیافش ایرانی نیست، بناها اینجوری صورت ها کج، گوش ها اینجوری، این بی پدر و مادر ها از کجا اومدن؟ اینا انگار باباهاشون خرس بودن، گراز بودن، یا مادرهاشون مثلا سگ بودن، یا مثلا گاو میش بودن. پدر سگا این چه شکل و قیافه شما از کجا اومدین؟ و همچنین بالا رفتن وحشتناک مهاجرت و فرار مردم از ایران و اینکه اصلا این طرح اجرا میشه یا نه و واکنش هنرمندا به این اتفاق. سلام، به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب همونطور که میدونید یه روز نماینده ها تو مجلس دور هم نشسته بودن و با بیزه هاشون ور میرفتن و از بیکاری میگفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم. آهان، برای حل کل مشکلات و ریشه‌کن کردن سختی ها بهتره که کلن ریشه رو بکنیم و بزنیم خار درخت و صلوات بدیم. خلاصه یه طرح از توی پاچه‌شون درآوردن به اسم صیانت از فضای مجازی که حتما توی روزای اخیر ازش خبرایی شنیدین. خلاصه ماجرا اینه که میخوان بزنن همه چی رو قطع کنن، البته با روشی که هیچی گردن خودشون نیفته، اما خب هم خودمون میدونیم هم خودشون که داستان از چه قراره. حالا امروز خبر رسید که این طرح تایید شده و بعد اون بود که یهوی آمار سرچ کلمه مهاجرت توسط ایرانی ها رفت بالا و هر کی یه جوری میخواد از این مملکت بزنه بیرون. خیلی ها به این موضوع واکنش نشون دادن و همه دولت رو برای تایید این طرح عجیب غریب نقد کردن. قبل از هر چیز بهتره یه نگاهی بندازیم ببینیم کیا این طرح رو تایید کردن. بله، از قیافه هاشون معلومه که این بنده خداها اصلا تو این دنیا نیستن و دنبال اینن که مردمو به زور ببرن بهش تا شاید اونجا تعداد بیشتری حوری گیرشون بیاد و حسابی چند تا کارهای اداری انجام بدن و یه سر عرق سگی بهشتی بزنن بر بدن. و اما اگه این طرح اجرا بشه مجبوریم بشینیم اینا رو با هم ببینیم. کردستان جاجرم داریم، خراسان شمالی داریم. بل. شما در قلی به دنیا اومدید. پدر از قلی بودن، مامان از روستای کرف. خب، و بعد ادامه بدین که روز سوم بیعت یه نفر اومد گفت یا رسول الله، گفتی نماز بخون گفتیم چش، گفتی روزه گفتیم چش، گفتی حج گفتیم چش، به اینا راضی نشدی، دست پسر عمت علی رو گرفتی به عنوان وصی بعد خودت انتخاب کردی، اینو از طرف خودت گفتی یا از طرف خدا؟ پیغمبر فرمود ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، من از روی هوا و هوس حرف نمیزنم، هر چه که میگویم وحی مطلق است. گو خدا گفته، گو آره، گو اگه خدا گفته یه سنگی بیاد تو سر من بخوره من بمیرم، آقایی علی رو نبینم. سنگی خورد به سرش، از مقعد و تهیگاهش بیرون آمد و به درک واصل شد. خدا اینو زده تو قرآن. بله، و اما این وسط تطلو هم اومد و نوشت همه کامنتاتون شده اینترنت ملی، به چیزم که اینترنت داره ملی میشه، به من چه؟ مگه من قراره ملی کنم؟ شما چرا تو هر مسئله گیر میدین به من؟ چیزم تو اینترنت و تو دهن شما و تو باعث و بانیش. خیلی خودمون کم بدبختی داریم، عوض انرژی دادن هی میاین چرتم مینویسین. حالا باید دید که با همه اینا چه اتفاقی میفته. البته پیشبینی من اینه که این طرح اجرایی نمیشه و یا اگه بشه کلی تغییر میکنه. آخه اینا خودشون هم از اینترنت استفاده میکنن و یا این که ممکنه دولت جدید بیاد و با این طرح مخالفت کنه و اینجوری برای مردم یه چند ماهی عزیز بشن. و اما جدای از اینا متاسفانه با خبر شدیم که شهرام کاشانی که آهنگای خاطر انگیزی رو برای ما تولید کرده بود در بیمارستان درگذشت. شهرام توی چند سال اخیر با مشکل کبد و کلیه روبرو بود. از مصرف الکل زیاد دچار بیماری شده بود که خیلی سعی کرد ترک کنه، ولی خب بدنش خیلی آسیب دیده بود. وقتی معروف بشی خیلی چیزا برات دیگه مهم نیست، بیشتر فکر مرگی، یعنی همه جوری از همه نظر ارضا شدی، فقط دنبال مرگی، دنبال مرگ هستم.
همسر شهرام اومد و توی پیجش نوشت: سلام به همراهان و دوستان عزیز. همونطور که میدونید شهرام جان به خاطر بیماری کرونا داخل بیمارستان هست، اما متاسفانه اصلا حالش خوب نیست و کرونا قلب شهرام جان رو هم درگیر کرده. ممکنه یک سری از سودجویان از این موقعیت سوء استفاده کنن و از شما عزیزان پول درخواست کنن و بگن شهرام برای معالجه به پول احتیاج داره، در صورتی که شهرام نیازی به کمک مالی نداره و اینها دروغی بیش نیست. پس لطفاً هر اخبار کذبی باور نکنید. بله، خلاصه در نهایت شهرام کاشانی درگذشت و خوبیش این بود که کلی خاطره خوب برای مردم به جا گذاشت. و اما حالا نظرتون در مورد این طرحی که نماینده ها و مجلس تصویب کرده چیه؟ به نظرتون اگه این کارو بکنن تکلیف شغلای اینترنتی و اصلا کل ارتباطات مردم چی میشه؟ به نظرتون اصلا میشه از نرم افزارهای داخلی استفاده کرد؟ ولی اگه این طرح اجرایی بشه؟ یکی حتما نظرتون رو در قسمت کامنت بنویسید و لایک و ساب یادتون نره. حتما چنل دومم ساب کنید که توش کلی ویدیوهای کاملا متفاوت با اینجا آپلود میکنم. پس یادتون نره بهش سر بزنید و عضو شین و زنگولرم بزنید. خلاصه اینم از ویدیوی امشب. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و بکوبید و سابسکرایب یادتون نره و نظر خودتون رو توی کامنت ها بنویسید که همه رو میخونم و تا جاییم که بشه جواب میدم. پس تا ویدیوی بعدی، بدرود.